آقای مهندس مریضاده، واقعا برای من جای تعجب بود وقتی که وارد روستای بنیس شدم، گفتن که این تنها و در واقع اولین روستا در ایران است که دارای دانشگاهه. این برای من واقعا جای تعجب داشت. من میخوام شما به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور روستای بنیس بفرمایید از تاریخ تأسیس این دانشگاه و خیرینی که دست به دست هم دادن تا این دانشگاه در واقع سر و سامون بگیره و الان خیلی از دانشجویان استفاده کنن. دانشگاه پیام نور برای تحقق شعار آموزش برای همه کس همه جا همه وقت در بنیس از سال 72 شروع به احداث دانشگاه پیام نور کرد که حدود 70-80% هزینه های ساختمانی و اداری و اجرایی ساختمان دانشگاه رو خیرین دانشگاه خصوصا مرحوم حاج نظفر بیاضیان پرداخت کردند. در سال 1380 این دانشگاه توسط معاون وزیر وقت افتتاح شد و از سال 1383 با پذیرش دانشجو در دو رشته فیزیک و ریاضی شروع به فعالیت خودش رو شروع کرد. بله. بعد همکنون این دانشگاه با حدود 2000 دانشجو و رشته هایی مثل رشته های فنی مثل شیمی، فیزیک هسته‌ای، مهندسی نرم افزار و یا دیگر رشته های کشاورزی و زیست شناسی که نیاز به هزینه های زیادی داره با پشتوانه مردم بنیس، با پشتوانه خیرین بنیس، خصوصا شورای بنیس تونسته این دانشگاه موفق عمل کنه و حتی در مقالات بین المللی در سطح مقالات بین المللی چندین مقاله آیسای با نام دانشگاه پیام نور بنیس چاپ رسیده و امسال در رشته های مثل زیست در سطح استان مقام اول رو در بین پیام نور استان کسب کرده. آقای مهندس ولیزاده، یعنی در حالا سطوح علمی هم این تعاونی و همدلی در میون مردم روستای بنیس به چشم میاد؟ یعنی اصلا در خصوص علم هم میشه ما تعاونی و همکاری رو یه جوری ببینیم و مردم رو حضورش رو در علم و اندیشه حس کنیم؟ بله، خب همچنان که کل منطقه شبستر به این شکل فرهنگ دوست مشهوره، واقعا بنیسی ها اومدن ثابت کردن که خیلی از مناطق همسطح بنیس حتی مدرسه کامل مجهزی هم ندارد، چه برسد به دانشگاهی که دانشگاه پیام نور بنیسی که در عرض 3 سال تونسته با این همه موفقیت های علمی کسب کنه، خصوصا همونطور که فرمودین در سطح علمی هم خیلی از بنیسی هایی که در خارج از کشور تحصیل کردن همین الان هم از لحاظ علمی و از لحاظ مادی هم کمکشون به این دانشگاه میرسه. یعنی اگر یه مشکلی در دانشگاه پیام نور بنیس ایجاد بشه، فقط مسئولان وارد کار نمیشن، خود بنیسی ها هم دست به دست هم میدن تا مشکل رو حل کنن. این یعنی از رفتار مردم حس میشه. بله، اصلا از بد و تاسیس این دانشگاه ما اگر تونستیم با 50% هزینه های دولتی این دانشگاه رو اداره کنیم، بله، بیش از 50% هزینه های مالی این دانشگاه رو بنیسی ها و خانواده بیاضیان تقبل کرده. این دید که اگر ما در کل جامعه بتونیم رایج کنیم که اگر مردم بیان تعاونی داشته باشن به خصوص در افزایش سطح فرهنگی و علمی جامعه، ما نیازی نیست که حتما کیلومترها دانشجو رو بفرستیم در مسیرهای خیلی دور تحصیل کنن یا خارج از کشور. باور بفرمایید که میتوان ما ثابت کردیم در اینجا که در بنیس با چاپ مقالات آیسای، با چاپ کتابها، با کارهای علمی خیلی زیاد تونستیم ثابت کنیم که میتوان حتی در بنیس هم کار کرد، ولی روحیه تعاون و همکاری مردم رو میخواد. منبع آب تصفیه شده روستای بنیس، یکی دیگر از کارهای هیئت عمران و ساخت روستای بنیس احداث منبع آبی است که از طریق قنات‌ها آب این در واقع تأمین میشه بعد از اینکه در این مکان ذخیره شد و بعد از انجام یه سری کارهای تصفیه و فیلتر از طریق لوله کشی به منازل روستاییان در واقع ارسال میشه، انتقال داده میشه که الان هر کدوم از بنیسی ها شیر آب خونشون رو باز کنن از آب گوارا و تصفیه شده به راحتی استفاده خواهند کرد. اینجا منبع آب شرب تصفیه شده 1200 متر مکعبی روستایی بنیسه. سیستم آبیاری روستای بنیس با همت اهالی روستا احداث گردیده. این سیستم کاملا بهداشتی و مدرنه تا اهالی روستا از آبی گوارا و سالم که از دل کوه زیبای میشو برمیاد بهره‌مند شن. در کنار این پروژه مهم برای تامین آب کافی اقدامات دیگری هم در جریانه. اقداماتی همچون احداث سد و ترمیم قنات‌ها.
هر کجای بنیس قدم میگذاشتیم بوی تعاون و همکاری در این صمیمیت مشام ما را معطر می ساخت. آمدیم و دیدیم که کارهای بزرگی در این روستا به همت اهالی بنیس انجام شده است که اگر حس همکاری و همدلی نبود قطعا بنیس روستای اولین ها نبود. این حس همکاری و مشارکت اجتماعی است که باعث عمران و آبادی و ایجاد تعاونی هایی مانند تعاونی عمران و توسعه بنیس می گردد. دست به دست هم دهیم به مهر میهن خیش کنیم آباد به یاد بنیس آباد.